روز 38 دوست‌ها دستور زبان حرف ربط که آن آقا که رفت همکلاسی من است آن خانم که نشسته همسر من است من رفتم که او را ببینم ما که رفتیم او آمد ما که رفتیم او آمد گفتگو درسا تو در این شهر دوستی داری؟ محشاد البته من دوستان زیادی دارم هم در دانشگاه و هم در محیط‌های دیگر درسا واقعا چند تا دوست داری؟ محشاد نمیدانم شاید 100 تا درسا چه خوب خیلی زیاد است تو دوست صمیمی داری؟ محشاد آره من تعداد زیادی دوست صمیمی دارم درسا من فقط یک دوست صمیمی دارم محشاد چه بد درسا من فقط تعداد کمی دوست دارم محشاد من می توانم دوستان خود را به تو معرفی کنم درسا شما لطف دارید دستور زبان حرف ربط تا استاد نیاید نمی رویم آنجا نشستم تا فروشگاه باز شد تا می توانی تلاش کن من از صبح تا شب درس خواندم او از خانه تا دانشگاه را پیاده رفت تا از خواب بیدار شدم آمدم جمله های رایج آیا شما دوست دختر دارید؟ چطور با شوهرت آشنا شدی؟ لطیفه یک روز ملا نصرالدین وارد اتاق بچه خود شد و دید که او در حال گریه کردن است ملا ناراحت شد و گفت برای چه گریه می کنی؟ بچه ملا گفت هیچی پدر تنها بودم و برای خودم قصه می گفتم ولی در قصه دیو بود من ترسیدم که مرا بخورد کلمه روز صمیمی
صمیمی معنی. مثال: من و سارا دوستان صمیمی هستیم. پرنده ها قناری، کبوتر، عقاب، پرستو، گنجشک، بوقلمون، شترمرغ، توتی، کلاغ، طاووس، جغد، اردک. گفتگو. آنیتا، تو و سارا دوستان صمیمی هستید؟ مهوش: آره، ما چند سال است با هم دوست هستیم. آنیتا: چطور با هم آشنا شدید؟ مهوش: سارا همکلاسی من بود. ما از دبیرستان با هم دوست هستیم. آنیتا: چه خوب، من هم دو تا دوست صمیمی دارم. مهوش: خوب است، فکر کنم یکی از آنها را دیدم. آنیتا: آره، هفته قبل به جشن تولدم آمده بود. اصطلاح روز: انسان جایز الخطا است. انسان جایز الخطا است. معنی: هر شخصی ممکن است اشتباه کند. خواندن: 13 بدر 13 روز فروردین ماه و از جشنهای نوروزی است. در تقویم رسمی ایران 13 بدر روز طبیعت نامگذاری شده است و از تعطیلات رسمی کشور ایران است. ایرانیان در این روز از خانه بیرون می روند و در طبیعت روز را سپری می کنند. روز 13 بدر آیین‌های ویژه‌ای دارد. از آنها می توان به این آیین‌ها اشاره کرد: گره زدن سبزه، سبزه به رود سپردن، خوردن کاهو و سکنجبین، پختن خوراکی‌های گوناگون مانند آش رشته. کلمات جدید: محیط، تأسف خوردن، شوهر، گره زدن، خوراک، جشن تولد، جایز، قسمت کردن، تقویم، شاید، خطا،
اشتباه ویژه اشاره کردن سبزه سپری کردن آیین پختن کاهو هیچی نامگذاری کردن ایرانیان سپردن مراسم تدارک دیدن رسمی سنت آداب و رسوم طبیعت سفره گردآوری کردن سهیم شدن مهربان دوران انصاف آش